بریم عقب‌تر. سلام، خوش برگشتین به ادامه آلبوم نگار، ترک بریم عقب‌تر، ترک دوم آلبوم از علی سورنای عزیز. بله. یه نکته رو قبل از اینکه شروع کنیم ترک رو بگم، ما ترک اولی که رفتیم خب کاور رو که دیدیم، طبق معمول در مورد کاور یه صحبتی کردیم، یکی از بچه‌ها زحمتش رو برام نوشته بود که نکاور چند تا بچه رو تو این توضیح دادن. کاور رو که میچرخونی در حقیقت چهار عنصره. خب و راست میگه، وقتی که کاور رو میچرخونیم، البته آتیشش رو من میبینم که به سمت، یعنی آتیشش مشخصه، آبم مشخصه، ولی خب حتما اون یکی چون جهت اصلی کاور که رو به ماست که باده، که گفتم تو موهای انگار نگاره، ولی خب حتما اون یکی جهتم خاک دیگه، خیلی کاور خفنی، خیلی کاور هوشمندانه بود، چون در نهایت هم انگار نیم چهره نگاره دیگه. آره دیگه. و با توجه به اینکه توی ترک تولدم داشت توصیف میکرد نگاره که با توی موهاش اینه، یعنی کاور اصلی خود نگاریه که با باده، ولی خب میچرخونیش راست میگه دیگه، چهار عنصرهای دیگه هم هست. بریم عقب‌تر ببینیم چه خبر. برو ورودی خفنی. بچه ها نوشته بودن که واقعا آهنگسازی این آلبوم گفتن خیلی دیتیل های باحالی، خیلی کلینه هستن و واقعا هم اینطوره. حتی همیشه ما آلبوم سورنا رو یادم میاد مرتبط بود، مرتبط به ترک قبلی و همیشه یه اینترو آنتروی داشت، چون قراره بری داخل یه استوری. چجوریه؟ انگار تو رو از این دنیایی که توشی میکشیم برد خودش، دقیقا انگار داره روح تو میبره یه جای دیگه. جالبه. یه گوشه از جاده بیرون شهر، صدای گریه های یه دختر پر از ترس، شبیه زوزه های باد معلق، پر از رفتن، فرار از مرگ. قشنگ برده اول داستان دیگه، یعنی آماده کرد ذهنه تو باید شروع یه گوشه از جاده. ببین داره برای ما یه فضایی رو توصیف میکنه دیگه. خب یه گوشه از جاده بیرون شاینا، صدای گریه های یه دختر پر از ترس. خب به نظر من، خب تو ترک یک اومده شما گفتیم که خود سورنا داشتش با حالا نگار یا همون مخلوقش، آره دیگه، داشت صحبت میکرد. آخرش توی ورس آخر برگشت گفتش که دخترم تو، یادم نمیاد دقیقا، تو تنها دلیل پاکی منی، تو قطره یه همچیزایی گفتش. حالا فکر میکنی داره میگه بریم عقبتر، حالا بعد دوباره قبلتر از اون داره میاد در مورد نگار سوان کن، چون حالا داره اینجا برای ما تصویر میکنه که تو توی این جاده بیرون شهر یه دختری نشسته و از ترس داره گریه میکنه. یعنی ما اومدیم یه پرده عقبتر از تولد در واقع. آره دقیقا. حالا یعنی هنوز متولد نشده بوده. چرا؟ اون مخلوقش. بریم عقب‌تر از یه نگاه دیگه داری میبینیم. نه حالا داره در موردش داره یه صحنه برای ما توصیف میکنه که این دختر نشسته و داره گریه میکنه. بریم عقب‌تر، صدای سوت‌های همزمان و چکمه‌ست روی سنگ فرش، آهنگ فرار دختر پر از ترس. بریم عقب‌تر. ببین پس از اینجا داستان رو برای ما شروع کردش که یه دختری ما تصور کنیم نشسته داره گریه میکنه فلان. خب درسته. پر از رفتن، فرار از مرگ، یعنی دختری که در حال فرار کردن از یه چیزی، حالا اینجا داره میگه مرگ، خب داره میره که از مرگ فرار کنه، ترسیده از بعد حالا دوباره میگه بریم عقب‌تر، یعنی باز از این صحنه داره میگه بریم عقب‌تر. قبلش اتفاقی افتاده. آره به نظرم پله پله داره میگه، شاید هم نمیدونم.
صدای سوت‌های همزمان و چکمست روی سنگ فرش. پا یه عده دنبال این دخترن که دختر توی یه کوچه نشسته از ترس و از مرگش داره فرار میکنه. هی در ببین یه داستانیه که ما فکر کنم اولش به انتهاش رسیم. آره دیگه هی داره ما رو میبره عقب‌تر مثلا فیلم‌ها دیدی مثلا اولش یه داستان نشون میدن آره فیلم‌ها یه داستان رو اول نشون میده بعد میگه مثلا دو روز قبل که تو ببین چه اتفاقی افتاد که به اونجا رسیدی همچین داستانیه دیگه. آره خودش هی داره پله پله اون رو عقب. حالا ما رو برد عقب که در این داره به ما میگه یه سری اونجا بالا داره میگه خب چرا ترسیده فرار داره میکنه پله بیاد یه دوباره عقبتر یه سری با چکمه آدمای چکمه پوش دماش آدمای چکمه پوش سرباز نمیدونم یه سری آدم اینطوری دنبالشن روی سنگ فرش آهنگ فرار دختر پر از ترس دوباره بریم عقبتر باز دوباره حالا عقبتر حالا چرا اینا دنبال دخترن همچی سکانس سکانس میکشیم عقب دیگه شهر پر از بوی کشت تن بچه است بریم عقبتر بریم عقبتر یه صف بیخنده است از پدر مادر بچه زیر بغل بریم عقبتر اینهایی که چکمه پوشن که دنبال این دخترم بچه کشن چرا حالا میخوان اینو بکشن شهر پر از بوی گوشت تن بچه است. یاد چیز افتادم داستان فرعون و حالا اون داستانی که حالا موسی فرار که پس بچه ها رو بکشن یا یادم چه یکم تصویر هم دوزن ولی من فکرم در پس این داستانه همون باز اون بچه همون اگر نگار بگیریم اگر همون هدفش ببینیم و این همون آره حالا به جنبش ما الان داستانی که علی سونو داره برام میگه رو داریم پله پله میریم هی داره ما رو بر عقب تر پس اینجا یه جاییه که توش بچه ها رو میکشن حالا باز 100% بریم عقب‌تر بریم توضیح میده چرا خب که میگه شهر پر از گوشت تن بچه است بعد دوباره میگه بریم عقب‌تر قبل از این میگه یه صف بیخنده است از پدر و مادر بچه زیر بغل یعنی یه صفیه که پدر و مادر بچه هاشون رو 100% وایسادن نوبت به نوبت بیان تقدیم کنن تحویل بدن آره آجی چقدر چیزه تصویرای نمیدونم این چیز اومده این فیلم که برای دوال پینک فلوید بود یه چیزی تو اون فضای اونطوری هم قشنگ دقیقا مادر بچه زیر بغل بریم عقبتر دست ها بالدرز رو دهن نوزاد ترس بلندی صدا خفای تنفس کوچه های تاریک پاسبونا با خشم به دنبال نوزاد با سک های تجسس پس اونا که تکنی پوشته بودن پاسبونا بودن خب که دنبال بچه هان خب و این مادر و پدرها یعنی حتی صدای اون بچه ها بلند بشه جرمه یه جورایی میگه ترس بلندی صدا خفای تنفس نفس کشیده هم جرمه فکر کنم تو ترک تولد هم این اشاره کرد نگاهم نمیاد خب جرمه نفس کشیدن هم واسه همین دستاشون رو گذاشتن دهن نوزاداشون که صداشون بلند نشه خب بعد پاسبونا هم شاید هم اشاره داره میکنه به اون مادرایی که دارن فرار میکنن بچه هاشون ها فراری بدن دستشون رو دهن بچه گرفتن که صداش در نیاد چرا چون دارم یه پاسمونا با سگای تجسس دنبال اون بچه ها خیلی همونجور که اشاره کردی یاد دوال الان فکر کردم آره. چرا چون اصلا کلن این آلبوم ببین یه اصلا خاصیت هایی نه پرده به پرده است بعد تو آلبوم دوال هم وقتی مثلا فیلمشو میبینی که ایشون که آلن پارکر ساخته پرده به پرده داستان پردازی میکنه در این حال که اینا به هم رفت یه فضای انتزاعی کاراکترهای انتزاعی همه میدونی چی میگم یه همچین خیلی... قشنگ فضای اونطوری تو ذهن خیلی کافکا گونه داره تصویر میکنه سرد و خشن و آره. پر از ترس نمیدونم بریم جلوی چرا دنبال بچه بریم عقبتر بریم عقبتر جفت ها رو تخت مبارزه میکردن گرد و خاک رسم و این تکرار نظم و آویزون به گردن ما عاشقه میکردن بریم عقبتر پشمام حالا اصلا داره میگه این بچه ها چجوری به وجود اومدن زوجای عاشقی که به هم پیچیده بودن جفت ها رو تخت مبارزه میکردن انگار آره. این تکرار نسل رو یعنی هی تولیمش میکرد یعنی دوباره این داستان تکرار میشد و این چرخه آفرین که این بچه هایی تولید بشه
و در نهایت خودشون طوری که خودشون میرن تقدیم میکنن یا اگه تقدیم نکنن میاد میگیرن. این قشنگ الان نتیجهش مشخصه دیگه، ولی حالا آخرش حالا داستانگونش که مشخصه که داره از انتهای داستان میاد اول. من هی دارم دنبال نمادا میگم، یعنی آویزون به گردن معاشر میکنن 100% یک منظور دیگه ای داشته سورنا ازش، ولی نمیدونم من چیزی تو ذهنم نمیاد. ببین گوش کن، بلنگوهای شهر تنها دلیل بالا آوردن سر، اون شب دستور تولید میداد به ماده و نر، خوش کرد آدم ها رو با اکو بیشتر، بریم عقبتر بریم عقبتر. چقدر یاد الان میافتم که همه جا اصرار در ایران رو بیلبورد این ور اون ور میگن که تولید مثل کنین باید نسل زیاد شه که بعدن اینا به گاش بدن. دقیقا همین اکسان داره میگه دیگه، آویزون به گردن معاشقه میکردن. با توجه به این که بیت بعدی میگه بلنگوهای شهر تنها دلیل بالا آوردن سر، منظور اینه که آویزون به گردن سر پایین، چشاشون رو حقیقت بسته بودن. به نظر من اینو داره میگه، سر پایین آویزون به گردن، روزمرگی دیگه، یعنی تو سری خوردن. آفرین. آویزون به گردن معاشقه میکردن، حالت نرمال فکر کنید دست در گردن هم دارن معاشقه میکنن. گفتم بیده این استفاده نکرده، ولی بیت بعدیش میگه بلنگوهای شهر تنها دلیل بالا آوردن سرشون بود. یعنی انقدر اینها مسخ شده بودن و حقیقت رو نمیخواستن ببینن، سرا همه پایین بود و فقط زمانی سرشون رو بالا میابردن که اون بلنگوهایش یه دستور جدید براشون صادر میکرد. خب آدمایی که زامبی شدن، ماشینی شدن، خب اون شب دستور تولید مثل میداد، اون شب مثلا دستور تولید مثل میدادش که اینا این بچه ها رو به وجود بیارن. خب خوش کرد آدم ها رو با اکوی بیشتر، خوش کرد آدم ها رو اکوی بیشتر، اون بلنگو دستورهای بیشتر، دستورها رو بلندتر و باعث خوش شدن، یعنی خوش همون شدن ترس. آره دیگه، همون زامبی شدن دیگه، یعنی همونه به نظر مغزشون رو خوش میکرده با این دستورا. یعنی میگن شستشو مغزی آفن. اونه دیگه، اونجا که میغلطن تنها رو خاک هست، خارش بیناخون اونجا که کوره گره، اما شکست دندون بریم عقبتر یه خورده سر بریم عقبتر. میگم قیر هست قیف نیست، قیف هست قیر نیست. میگه اونجا که میغلطن تنها رو خاک از خارش بیناخون، ناخونی نیست که به خارشون، برای همین میغلطن تو خاک. خب و میگه که اونجا که کوره گره اما شکسته دندون، گره کوری خورده، گره کورو با دندون وا کنی ولی دندونی نیست که اون گره رو وا کنه. خب یعنی پس چی؟ دقیقا داره اجتماع ما رو میگه. خب یعنی میتونه هم به این اشاره کنه که برای این مشکلات راه حلی نیست، یا آدمهای نابخردی که جاهای مهم قرار گرفتن به همه نمیتونه اشاره کنه. دقیقا دیگه. آره دندون بریم عقبتر یه خورده سر سفره رو سپر، نیست قضا زن و مرد گرستن، نیست قضا بریم عقبتر، شد شام یک شب کل انبار یک شهر، بریم عقبتر نونوا از تو تنور کمتر در میار خنجر. خیلی جالب، چیز جالب که من تا اینجاش دقت کردم، یه جاهایی یه بار میگه بریم عقب‌تر، یه جاهایی میگه بریم عقب‌تر بریم عقب‌تر، تکرار میکنه، یعنی مقداری شده آره مثلا آره. مدت زمانی بریم 6 ماه قبل، بعد اینجاست میگه بریم عقب‌تر یه خورده داره زمان هام حتی به تو میده، خیلی اصلا پشمان میریزه از این راوی گونه بودن علی سره، خیلی فاصله این اتفاق با این اتفاق زیاد نبوده یا خیلی زیاد بوده، اینش رو دقت کنین، خیلی قشنگ داره میگه. خب داره به تو زمان هم حتی میده که تو چقدر فاصله بین اینو در نظر بگیریم، که یعنی اتفاق بعدی که دقیقا اتفاق اول بوده ولی ارسونو داره برای ما برعکس مطرح میکنه، چقدر طول کشته تا تاثیر بذاره اتفاق بعدی اتفاق بیفته، اینو داره به ما میگه. اون تاکیدای این شکلی داره، تاثیر اون اتفاق داره میگه روی بعدش. استاد قصه گویی آره. در کل رپ فارسی به نظر من ببین داره از گشنگی میگه، حالا رسیدیم به جایی که آقا اصلا اینا از گشنگی شروع شده. یعنی چی؟ یعنی نونوا از تو تنور کمتر در می آورد خنجر. یعنی چی نونوا از تو تنور کمتر در می آورد خنجر؟ یعنی نون نمیتونست در بیاره. این فکر کنم اشاره به این چیزی داره که چنگکی که میندازه و نون در میاره توش. پس اینجوری شد که شد شام یک شب کل انبار یک شهر، یعنی آره کمبود غذا. اونی که خنجر کمتر در میاره، مثلا روزی 100 تا نون در میاره الان روزی 10 بار
نون میکشه بیرون. آره یعنی از اینجا حالا دوباره ببین عقب‌تر ببین روزی کمتر شد، حالا به اینجا رسید. نون و از تو تنور کمتر در میار خنجر بریم عقب‌تر، دیگه خوب نمیسوزه آتیش تنور یعنی آدمای بدبخت دیگه گوشتی ندارن که بسوزن، نونوایی تو فکر آتیش جدیدتر بریم عقبتر اونجا که کشاورز کاشت با لبخند تیر به جای گندم. اونجا که کشاورز چی شد؟ یه دوباره پایین بخندیم بالا ببینیم چی شد. ولی همون از نونوایی بود و آخرش اونجا که کشاورز کاشت با لبخند تیغ به جای گندم. تیغ یعنی حاصل خیز نبود دیگه، حاصلی آه. نداشت. خب این حالت داستانیش که مشخصه. داستانش که قشنگ مشخصه. من میخوام توی داستان اون چیزی که الیسون میخواد بگه به همونو در بیارم. داستانش که برای ما داره تصویر میکنه یه همچین شرایطی که وجود اومده. ولی خب اینو به چی میخواد ربط بده؟ این استعاره ها رو میخوایم ببینیم چیه، اشاره به چی داره. خب یعنی ببین میگه که چون تنوره دیگه آتیشی نداشت بسوزه. چرا؟ چون آدم ها دیگه گوشتی به تنشون نبود که بخوان بسوزونتشون. خب پس این شد که غذا کمتر شد. ولی بالاتر هم داره میگه که شهر پره از بوی گوشت تن بچه هاست. خب واقعا نمیدونم بفهمم که دنبال چه نشونه، دنبال چیه، چی میخواد به ما بگه. از اولش هم که شروع کرد در حقیقت همه اینا به وجود اومد تا برسه به اون دختری که من فکر میکنم همون دختری که توی یکش بود که نگار باشه، که اون دختر هم داره فرار میکنه. بعد با توجه به اینکه ما میدونیم نگار کیه، خب نگار چطوری به وجود اومده و برای الیسون کی هستش، که حالا اینجا به عنوان دخترم ازش یاد کرده یه دختری به اسم نگار، میخوام ببینم که این جریان چه ربطی به وجود اومدن نگارها داره، نگار الیسونا داره. اینو نمیتونم الان بدرک کنم. فکر کنی که اون مردم همه اون هدف ها و اون تارگت هایی که آفاری. دارن که میخواد بکشه، یعنی در واقع تابایی که شکست بشه رو نمیذاره این جامعه، اون دولت، و در نهایت الیسونا نگارش داره فرار میکنه. آفاری. چرا؟ چون از این تابا رد چه تابو شکنی کنه و به اون هدفش برسه، نکشنش، محدودش نکنه در این جامعه که تو صف وای نسته و گردنش پایین باشه. پاسبان های چکم پوش نماد این دولت و این حکومت و سیاست های حاکم بر جامعه میکنن، سرکوب. خب بچه هایی که دارن میخوان بکشن در حقیقت اون پشن تو رو، اون هدف تو رو، هویت تو رو که در حقیقت هدف والایی که اونو میخوان از تو بگیرن بکشن. چرا این کار رو میخوان بکنن؟ میخوان تو آدم های سربزیری باشی، چشات تو حقیقت بسته باشه و فقط با دستور اونا بیدار بشی. اینا کلیاتشه بچه ها، اینا چیز کلیشه. و این اصل داستان اینه که داستان یه جایی شروع میشه که وقتی هیچی، یعنی تو رو محدود میکنن، وقتی کشاورزه مجبور میشه بجون که خب ببین جامعهیه که حاصل خیز نیست زمینش. آره. وقتی در زمینش تیغه گندم نیست، گندوری یعنی چی؟ نیستش که گره کو رو باز کنه. خب راه حلی وجود نداره، تمام راه حل ها رو بباره. به نظر من کاملا داره اجتماع رو میگه و میگه این اجتماع و این اینهایی که این قانون ها رو گذاشتن، این چارچوب ها رو برای تو گذاشتن به خاطر اینکه تو بردهشون باشی. دوست دارن آدم ها رو تبدیل به این زامبی های حرف گوش کنی کنن که با صدای حکم اونا فقط سرشون رو بالا میگیرن. پس برای این کار نیازه که اون بچه های درون تو رو، اون نگار های درون تو رو بکشن، پشن تو از بین ببرن. خب پس تو مجبوری، یه جا میگه، میگه دست لرزون گذاشته رو دهن بچهه، خب که صداش در نیاد از ترس. خب یعنی تو خفا باشه، یعنی نفس حتی تو مجبوری خودتو سرکوب کنی، مجبوری تو میل تو، هدف تو، درون تو، پشن تو سرکوب کنی تو خودت. تو چرا؟ چون اجتماع مریضه، چون اجتماع اجازه رشد قراره به تو نده. خب بچه یادمون نره توی آلبوم گوز اولش اون صحنه رو یادتون باشه، یه مش عرابه ها همه گله داشتی یه طرف میرفتی، شما یه مش آدم زامبیوار رو تصور کنید که دارن یه طرف حرکت میکنن و سورنا اومده مسیرش جدا کرده از اونا. خب توی ترک اول هم میگه چطوری نگار به وجود اومد، بعد از اینکه این آوار شکل گرفت که خواست شبیه بقیه نباشه. خب
یعنی همه چیو خراب کرد که نو بسازه دیگه. و این که اومده برگشته عقب‌تر داره میگه اجتماع رو قشنگ برای ما توصیف کردش که چجوری میخواستن سرکوب کنن و حالا این دختر فرار کرده یه گوشه و هنوز به اون رشته نرسیده خب به نظر من و حالا از ترس داره فرار میکنه. انتهای داستانم اینجا تمام میشه چون صد درصد باز به ترکی بعدی رب داره. آخرش میده گوش بده کشاورز کاشت با لبخند تیر به جای گندم. ببین هنوز تمام نشه و رفتیم داخل آترو یا نزدیک یه دقیقه بیشتر یه دقیقه و نیم اینترو داشتیم و فکر میکنم یه دقیقه و نیم آترو داریم و این خیلی جالبه. یهو موسیقی یه طوری شد برای من که انگار برگشت دوباره به اون اول داستان برای من از آخر گفت آره انگار برگشت اونجایی که نگار و حالا نگار داره فرار میکنه چون خیلی موسیقی میده که احتمالا وصلمون کنه به ترک بعدی که حالا بعدا گوش میدیم و با هم تحلیل میکنم. خیلی باحاله. پایانی اصلا خیلی و تو رو اونجا واقعا من انگار وسط اون قصه وسط اون فره موندم. آره این آتروش قشنگ رو تو برد تو فره و تو دوست داری که سری بری و بردش تو اون داستانه توی این بلوشویی که حالا تو این شهری که سوانا داره تصویر میکنه هست قشنگ آتروش اینطوری کرد تو رو بردش اونجا. و این که خب برداشتی که من داشتم توی فرست ریاکشن اینجوری بود 100% باید برم این بار بیام شعر رو از پایین بخونم خودم به بالا که داستان رو درک کنم برای اینکه بریم ترک بعدی. بچه ها اگه شما در خصوص این ترک و ترک قبلی نه ترک های بعدی ترک بعدی فعلا اولی و دومی که ما ریاکت رفتیم اگه نکته ای هستش که لازمه من بدونم به من بگین که بتونیم درک بهتری داشته باشیم از ادامه آلبوم. آره و اسپویل نکنیم برای این کار نکنیم فقط در مورد همین دو تا ترک بگیم. یه نکته دیگه هم اگه شما بچه گفتن که آهنگسازی خود سورنا انجام داده یه بار دیگه میخوام تایید کنید و کامنت کنید که آهنگسازی آلبوم رو آهنگسازی آلبوم و کاری که چون من ندارم اتلاش الان که بخوام بگم و خیلی تمیز و درجه یکی به نظرم من خیلی سوشم کار خیلی خیلی کلین و ردیف جمع شد. دمتون گرم تا آخرین ویدیو همراه من آنها بودید. حتما که آلبوم رو ادامه میدید و نگران نباشید حتما آلبوم براتون تموم میکنیم. مدبکس چشو چالم از هر جای دنیا که من آنها رو میبینید براتون رو سلام میکنم. خیلی زیاد از خودتون مراقبت کنیم. خیلی دوستتون داریم. خدافظ.